علی پروین برای درخشان. یه فرصت خوب رو حالا درخشان داره. دو نفر رو درام میکنه. نظری لحظه درنگ کرد و نگاه میکرد درخشان رو تا اعلام پنالتی بکنه یا نه، به هر حال تصمیم بر پنالتی نمیگیره. منو چهره نظری، من نگاه نظری رو تعقیب کردم، یه مقداری چشماش با مکس این حادثه رو نگاه کرد. به هر صورت اون چیزی که در فوتبال همیشه و همیشه بایستی که به دقت از سوی همه بازیکنان و تماشاگران خوب ما رعایت بشه، گردن نهادن بر کلیه تصمیمات داوران مسابقه هست. خود پروین پشت این ضربه هست، توپ رو واگذار میکنه به پنجلی. در مقابلش عزتی رو داره، به ضیاء عرب‌شاهی. مجدداً حالا توپ نصیب نراقی و علی دوستی خواهد شد. علی دوستی روی این ضد حمله ها واقعا خطرناک است برای دروازه پرسپولیس. نقوی ضربه‌شو میزنه و گل هم میشه و اولین گل این بازی روی ضربه بسیار آروم اما بسیار دقیق محمود نقوی شکل میگیره. هما 1 پرسپولیس 0 دقیقه 33. من خدمتتون چند بار تا به اینجای کار عرض کرده بودم که هما روی ضد حملاتش خطرناک هست روی دروازه پرسپولیس، که حالا ملاحظه فرمودید 1-0 برای تیم هما هست. حالا پرسپولیس اگر بخواد صعود بکنه بایستی که دست کم 5 گل رو تا پایان کار به هما بزنه، که این کار آنچنان سهل و آسونی نیست برای پرسپولیسی که امروز توی زمین من میبینم. حمید درخشان یار 9، ضیاء عرب‌شاهی کارگر دنبال یه روزنه هست که از اونجا نفوذ بکنه، توپ رو ترجیح میده که به عرب‌شاهی واگذار کنه. حالا خود عرب‌شاهی فرصت برای همه کار و ضربه و علی پروین زننده گل تساوی پرسپولیس. علی پروین بود روی کار بسیار زیبای ضیاء عرب‌شاهی و جمشید شاه محمدی، یار جوان تیم پرسپولیس. یا دومین دقیقه بازی، پرسپولیس 1-1. سانتر عالی از ضیاء عرب‌شاهی، برگشت توپ توسط جمشید شاه محمدی و کار با دقت علی پروین، 1 گل رو برای پرسپولیس به ثمر میرسونن. 1-1 مساوی. پاس تازه بده مرا حالا چرخی زدن تو گل. باز اینجور جا آدم تاخیر بندازه. من دارم علیکی میارنم موقعیت گل بندازه که بریم. خیلی فاصلت زیاده. مثلا علی دوستی اونجا تو اینجا واسه دی. بعد دیری فاصلت کم توی نداره کار کنه. ببین اگه هافبک اونا استوب کنه آقای محمد مایلی روش نیاد، هافبک میاد میره پشت سر محمد مایلی، غیر میده صاف تو دیره تو در یه منطقه دیگه اما سر اون مسائل تک رفتن ها اگر قرار تکی رفته بشه، اگه قرار به طور برخور فوتبال بشه، این دورتر انجام بدید، نداریم رو بیاد توی جدن هم نمید که بیخود این انجام بدید. خط دفاعی پرسپولیس کار میکنه. کارگر حالا بی‌معطلی میاد تو. یه توپ اتوماتیک رو میفرسته از روی دروازه. فشانی و فداکاری توپ علی پروین و غلام فتح‌آبادی و در نهایت محمد مایلی کهن رو جمع میکنه. حالا فشار بی امانی رو پرسپولیس روی دروازه هما میاره.
فرصت داره علی پروین که توپش لو میره یک لحظه.